خب از من کافی شفی هستم انتخاب من واقعاش راجع به موومنت حالا بغیر از علاقه شخصی به نظرم رد پای نورولوژی از موومنت شروع میشه و من سعی میکنم توی بعضی از چند تا آرت پیسی که وجود داره صحبت کنم و نهایتا برسم به آرت پیسی در خودم واقعاش این که موومنت همونطوری که دوستان همکار من اشاره کردن شاید آرتستیک ترین قسمت نورولوژی نمونهشم فیلمایی که من مثلا آیدو استاد تو... میشم روحانی تقریبا بمبارانشون میکنیم با فیلم هایی که از موومنت میفرستیم فکر نمی تو هیچ از رشته دیگه نروژی به این شکل مثلا نقاشی هنر نقش داشته باشه حالا تاثیر منو به بعض دوستان ببخشید چند تا بچ داره یکی اینکه بعضی موقع اختلالات حرکتی رو توی آثار هنری به هنرمند نشون داده نمونهش کاری که از دیلودی خیلی شبیه کارهای میکلانجلو که یه بلپارو اسپاس نشونده و سندرون بروژر سندرون بروژر رو اولین بار آقای پروفسور مرتسون روی سندرون که چیزی بیشتر مومان سندرون میژ بشناسیم نقاشی به عنوان مردی که خمیازه میکشه و مردی که چشمانش بسته است اینا نمونایی هستن از آرت هایی که هنرمند اختلاف نورولوژی نشون داده و این یه گروه از مجسمه هستن که من یه قسمتشون تاک کردم توی کاتیدرال توی اسپانیا نظری دارین راجبش نکته بالی به غیر از دیستانی متوجه میشین تو این نقاشی بباشید آمپوته چرا آمپوتن؟ تشخیص دست و پا اکسان آمپوتن و قرمز. نیست. با چی؟ درسته مسموم شدم مسمومت خیلی شایعی بوده اون موقع پیر اروپا اونو باستم ارگوتیسم سندروم ارگوتیسم دیستونی میده و بعد سنت ویتوس دنس که کوره است اون باز به با خاطر شیوع زیدن هام شایه بوده خیلی نقاشی از هزارش از سنت ویتوس دنس و آقای مدیلیونی بسیار از نقاشی که پورتره که از خانم کشته با دیستونی گردن چه نکته براتون جاده به؟ و دیگه چشماش رو نمیکشیده اکثر کارهای مدیرین رو چشماش رو نکشیده گفت میگفت اگه کسی رو من نتونم بشناسم هیچ وقت من نمیتونم چشمش رو بکشم و آقای ایگونشیل اتریشی مال قرن 19 که ازام به خاطر همین آفرانزا اسپانیایی فوت کرد کاراش معروف به اینکه یه سبک امپرسیونیسمیه که معروف به این که نقاشی ها دفورمه دیستونی گردن بعدن که اکثر خودش رو نگاه میکنید متوجه خودش هم احتمال دیستونی گردن داشته یعنی آرت هنرمند آن... به بیانی اومدن توی نقاشی خودش اون اختراعی که داشته رو نشون داده و حتی آنان آن آف رو میبینید از یه نقاشی یه مریض پارکینسونی تیموتی جان که شرایط خوب و شرایط بعدش رو به نظر من خیلی قشنگ نشون داد و بعضی موقع هم هست که خود بعد بعد وقتی که برمیگردن متوجه میشن از آثاری که یک هنرمند خلق کرده دچار اختلالات مثلا تو دمنشیا خیلی میبینید پورتری که مریض دمنشیا از خودش کشیده مثلا این نقاشی دالی از اینجا قشنگه که این مقاله هفت تا آرتیست رو معرفی کرده و این نچیزی که دالی توی اواخر عمرش پارکینسون داشته پارکینسون دیزیز داشته. برای همین دیگه خیلی تصاویر ساده شدن خطوط خیلی ساده شدن ولی چیزی که من میخوام بهشون برگردم کار آندری بورلیا از مال 1887 این صحنه تولد نورولوژی و آیکونیک ترین نقاشی که ممکن تو نورولوژی باشه و رد پاش از موومنت شروع میشه بورلیا خودش راند آرتست بوده تمام نقاشیش داستان داره تعریف میکنه عمده بحث من راجع این نقاشی کاری که تقریبا هر روز ما داریم میکنیم ممکن برام عادی شده باشه یه کلاس درسی که آقای شارکو در وسط تاثیر هر سه شنبه توی سالپتی داشته تا وقتی میگیره تو این کلاس یک یا دو مورد رو معرفی میکنه مخصوصا مریضایی بودن یا یعنی خودش تمرکزش روش هیستری بوده این دیستانی پوتشری که مریض مدرن نشون میده واقعا هیستری خیلی اون موقعش علاقه بوده ولی تو این کلاسات اولین مواردی که مولتیپل اسکلروسیس از پارکینسون دیزیز افتراق داده شد انواع آتیکال پارکینسونیسم یک کیس یا دو تا می آورده و به چالش می کشیده انقدر این کلاس ها معروف شده بودن تا 400 نفر شرکت کننده داشته و اکثر شرکت فقط پزشک نبودن از فلاسفه بودن سیاست مدارا بودن و طیف گسته یعنی به یه نوعی نورولوژی رو پریزنت کرده به جامعه کشونتش هنرش رو کشیده به جامعه کسی نیست که سارکو نشناسه 13 تا بیماری به اسمشه یه جزیره به اسمشه شاگرداش از فروید بگیرید تا توره تا ماری تا بابینسکی همه شاگرداش بودن و خیلی جالبه که این نقاشی رو به سفارش خودش کشیده و توی موزه دکارت آویزونه اندازه نقاشی بسیار بزرگ 290 در 430 سانتی به قوله نویسنده میگفت به بزرگی نورولوژی نقاشی به بزرگی نورولوژی ولی خب چرا باید شارکو بیاد یه نقاشی رو از این خودش سفارش بده احتیاج نداشته به این کار داستان از سالفتی شروع میشه سالفتی یکی از معروف ترین بیمارستان که در رو نورجه توش به دنیا آمده سالپتر به معنی باروت یه انبار باروت بوده پادشاه فرانسه فرنسی لیوی 14 تصمیم میگیره که پاریس رو پاک کنه زنایی که روسپی بودند سر و سامون بودن و منتقل میکنه به سالفتر پس سالپتری میشه جایی که لویه چهارده میاد مثلا زنهای پاریس رو منتقل میکنه بهش یه انبار بارود بودیم یا یکی از معروفترین بیمارستانهای پاریس و همطور گفتم نورجی دوش متوجه میشه ولی اتفاق که 1792 در جریان جنگ در جریان انقلاب فرانسه یه گروه از عراس لوباش بهش حمله میکنن نزدیک 300 نفر از زنها رو میکشن و از اون موقع به بعد تقریبا مخروبه میشه. استفاده ای ازش نمیشه تا اینکه آقای بسن پی، پینل که پدر روانشناسیه و میاد کیر روانپزشکی امروز رو به وجود میاد وارد سالپتیه میشه نقاشی مال رابرت فلوری تقریبا چند سال قبل که داره پینل نشون میده که زنا رو از قل و زنجیر آزاد میکنه و کیر که امروز شاهدش هستین رو به مریضا میده اتفاقی که میفته چند سال بعد کسایی که تو سالپتی کار مسئولین سالپتی میخواستن یه بخشی رو ببندن و زنانی که دیوانه بودن و از سالپتی بکشن بیرون از شارکو خواهش میکنن میاد که بگن که حالا شما ماینشون کن بگو کدومشون نوروژیکن کدومشون ساکیاتیان حدود 150 تا مریض رو سارپ... شارکو میکشه بیرون چطوری میکشه بیرون با معاینه نوروژیک ببینید داریم زمانی حرف میزنیم هنوز معاینه نوروژیک یعنی شما از بر اساس معاینه بتونید بگین که آناتومی و پاتولوژی کجاست هنوز به این شکل وجود نداشته و ابزار صبر میکردن تا مریضا ببیرن اتوپسیشون کنن ببینن که پاتولوژی کجاست و شارکو این کار رو میکنه زمانی که بهش میگن پل اوپ یعنی زمانی که اروپا قبل از جنگ جهانی اول هنوز پاریس داره نفس اروپا داره نفس میکشه خیلی از تحولات تو این دوران صورت میگیره و پزشک ای اکثر پزشکات مال اتوپسی دارند یعنی بال سر مریض ماینه یه یافته رو بعدا با پاتولوژیش مقایسه میکردم و میشه یک کلینیکال آنتون. متدی که شارکو این رو ابداع میکنه این دستیه که از کسی که خونشون کار میکرده خدمت کارش شده. و این عکس رو حتما دیدین نقاشی مال گابرزه ولی عکس مال یکی از دانشجویان شارکو شارکو مجبور کرده بود تمام دانشجوهاش اگه میخوان مقاله چاپ بکنن یا پایان نامه حتما مستندات تصویری داشته باشه سنت دژر یا اکسو کش این پولدیه یکی از معروفترین بیماران پارکینسون آدم شوکتر بیان بود از عکس‌هایی که از پارکین از شارکو میبینید به عنوان یه چهره ناپلونی مثلا قرن 19 این خودش رو به رو یه توتی کشیده و مفهره میکرده چی همکاراش شد و حتی بعضی موقع تحت تاثیر حشیش، نقاشیهایی کشیده که بقول شما شاید رو بهتر نشون میداده چند تا نقاشی این یکیشه اون موقع رایج بوده بین اینتלקچوالای فرانسه سی رایج بوده که استفاده بکنن و دیگه اینقدر بعضی این موقع به نظر من دیگه خیلی پیچیده میشه فهمیدنش نه همه کاری شارکوه به قول هنری میش شارکو رو نمیتونه از کسی که مامانی کلیسیان یا تاس کسی که هنرمند رو جدا کرد حتی واقعیتش اینه که شارکو این کار رو و اون عکس مال فونه اطمانا منو ها اون موقع آید زمانی اینقدر خوب بوده که میتونستن نوروژیستان همچنین بونه آرت کالکتور بوده هر جا که میرفته هر چی اون اون موقع تب مثل فکر کنم برمد نورسا به این نقاشی اه، اه، کلاس درس سات مهمه که معروف تن نقاشی بالای تخت فرویده و فروید وقتی که از وین مهاجرت میکنه به انگلیس یکی از آیتم های کمرا خودش میبره یه کپی از این نقاشی فروید مدت کمی رو تو سال پتی ولی خیلی تحت تاثیر شارک قرار حالا چرا شارک این رو میکنه واقعا چینی چی که خیلی از کیس ها رو قبل از اینکه پرزنت بکنه مثل یه تاعت شارکو شا... شاکو... سخنران خوبی نبوده میتونسته و تمام حرفاش رو سر کلاساش مجبوده بنویسه و برای همینم نقاشی میکرده و قبل از اینکه اون کلاس روز به شکل بگیره مخصوصا بابنسکی مریضا رو انتخاب میکرده ستاپ میکردن مریض چه علامتی داشته باشه چجوری خودش رو پرزنت کنن چی بگن و همین آت بودن این داستان شارکو رو متهم به شالات فانیس میکنه کسی که برای خیلی از ما مثل یه پیغمبره متهم میشه به اینکه خیلی از کیسا ساختگی هن، علامت را رو براشون ساخته و اون نقاشی شارکو به همین دلیل سفارش داده برای اینکه بگه, بگه که نه من یه گروهی اطراف من هستن که من رو قبول دارن و من جلوی این افراد که تک تکشون اشخاص مشر... معروفی هستند دارم نمایش میدم داستان اینه که خ... وقتی که نقاشی مطرح میشه باز منتقلی بهش میگن مثل خیلی از نقاشی دیگه یک مرد کت کت سیاه رو دارن یک خانمی رو اوبردن دارن راجع به اه... خانمی دارن بحث میکنن این, ت... این بسیار تکراری مقایسهش میکنن با کاری از رامران بعد کار جالب که جاره منتقلش نشون که حقیقت تو این عکس بعضی از اینا کتاب دستشونه دقیقی توی نقاشی شارکو انقدر به شارکو اعتباد داشتن که کتاب هم دستشون نیست ولی واقعش اینه که نقاشی اینا شبیه نقاشی فلوره فلوریه که پشت شارکو تو همون کلاس آویزون شد و شارکو در حال نجات دادن یه زنه یا از قید یک علامت بیماری و برولیه اینو بر اساس کاری از استاد جرومی کشته این معروف ترین کار جرومیه که وقتی فیلم یه فرینوم متهم میکنن بزرگان یونان به زیبایی وقتی که لباس رو برمیدارن یا علامت های بالینیش رو نشون میدن تازه منپقیدی متوجه میشن چه علامتی رو دارن میبینن چهارخان کارش میخواسته این رو بیان کن تو این عکس سه قسمت میشن حلقه دور شارکو هستن کسانی کنار دیوارن و کسانی که روبروی شارکانش هستن مهمترین فرد جوزف بابینسکی جوزف بابینسکی دستیار شارکو بوده اتیاجه ایست من معرفیش بکنم بیمار هم خانم وایتمنه خیلی جالبه که بعد از مرگ شارکو دیگه ایش از این علامت رو نشون نمیده یکی از اتهامات که به شارکو میزنن هم هم کنار شارکو پور ریچل و فرک روان پزش بوده و خیلی جالبه که روی میز دستگاه الکتروفیزیولوژی مال دوشنه چون شارکو معتقد بود که دوشن نورولوژی رو از یه نوزاد رها شده نجات داد و کردش یه جوان باله و در همینطور چکش رفلکس بابینسکی که شاید بخواد بگه که تلفیقی از نورولوژی تلفیقی از معاینه بالی و استفاده کردن از ابزارهای پاراکلینیک کنار پنجره پیر ماری پیر ماری شاید بشه اولین رئیس انجمن نورولوژی در تاریخ حالا هایی که با بروکا داشته بماند پسر شارکوه که بعدا پزشکی ول میکنه و توی دیوار یه پوستشور دیستونیک از کار ریچره ولی دخن شارکو با ژیلراتور است و دقت کنید تنها کسی که توی نقاشی به بیمار دقت نمیکنه خود شارکوه ایرادی که فلسفی که براش میارن میگن شارکو به اون حرفی که میزده باور نداشته اون چیزی رو که داشته توصیف میکرده باور نداشته و داره برای جیلدراتوری میگه که هیپنوتیزم قبول داشته چون میدونید خود تورر هم بعدن یکی از این خانم‌ها با تیر توی هتل میزنه و فقط توره قبول داشته داره با توره صحبت میکنه انگشت اشارش به سمت توره است و داره مثل مثل که باکمن داره برای توره صحبت میکنه این نسخه ای از شارکو شارکو به درمان اعتقادی نداشته چیز زیادی از درمان از شارکو باقی نمونده همش توصیف آدم بالینیه مثلا استفاده کردن از صندلی لرزان فکر که ممکن مریض های پارکینسونی بهتر کنه یا حتی دوستانش رو آویزون میکرده مریض بیروپاتی داشته بعدا میمیره که سالها بعد از فوت دوستش با خانمش درگیر مسئله قانونی میشن و به قول شارکو یه باید یه صفحه سفید نگاه کرده همه چیز مثلا به این نقاشی خیلی ممنون از توجهتون